همراه هستیم با محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، با توجه به گزارش های متعدد از سوء استفاده از کارگران مهاجر در عربستان، آیا می توان گفت اصلاحات محمد بن سلمان در حوزه حقوق کارگران تنها جنبه تبلیغاتی داشته و تغییرات واقعی در بهبود شرایط آنها صورت نگرفته؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم حضرت عالی و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی آقا محسن، سلام عرض میکنم. موضوع حقوق کارگران مهاجر در عربستان یکی از مباحث پیچیده‌ای بوده که تحت تأثیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی این کشور قرار گرفت. به ویژه برنامه چشم‌اندازی که آقای بن سلمان در سال 2030 داشت، در حالی که برخی اصلاحات در زمینه حقوق کارگران با هدف شرایط اعلام شده بود، اما خب گزارش‌های بسیار زیادی در مورد سوء استفاده‌های گسترده و نقض حقوق بشر در کشور عربستان اتفاق می‌افتد. شواهد نشون میده که علارغم وجود اصلاحات قانونی، در عمل هنوز بسیاری از مهاجران با مشکلات ویژه و مشکلات جدی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و بی‌توجهی به حقوق انسانی باعث شده که برخی بر این باور باشن که اصلاحات حقیقی بیشتر جنبه تبلیغاتی و عرض بزرگتون که تغییرات بنیادی داره. ولی با این اوصاف خب کشور عربستان و آقای بن سلمان چون از حالا سابقه پادشاهیشون از زمان قتل آقای خاشقچی میتونم به یک حکومت استبدادی و یک کشور پادشاهی دیکتاتور نام برد. بله، همراه تشکر میکنم از همراهیتون. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.